سلام شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و ما محب یوسفی تا رأس ساعت ده میزبان شما هستم موضوع امروز برنامه در پیوند به چالش های فراراهتان هست و شما اگر مشخصا دیدگاه دارین یا هم نقد و نظر دارین میشه با همکاران بخش تخنیکی ما شریک بسازین و هایی که شما همراه ما در جریان مگذارین را حتماً همکارای ما یاداشت میگیرن و ما در روزهای آینده که اینجا مسئولان حضور پیدا میکنن همراهشان در میان مگذارم خواهش میکنم زمانه که تماس میگیرین با همکاران بخش تخنیکی ما یا هم پیام مگذارین یک موقعیت مناسب را اختیار کنین به دلیل از که صدای صدایتان به شکل خوب و مناسب داشته باشند و آنچه را که شما شریک میسازین همراه ما حتما در روزهای آینده نظر به موضوعی که شما در جریان میگذارین ما مسئولان را می داشته باشیم و همین استیدیو و همین برنامه و شما میتونید که پاسخ پرسش نقد و یا هم نظرتان را از مهمان ما داشته باشین و شما در جریان هستین که در روزهای گذشته ما مسئولان را داشتیم از نهادهای مختلف دولتی دیروز ما همراه وزارت اقتصاد بس کردیم موردهایی که وزارت اقتصاد نیاز بود تا با مردم شریک ساخته شود و شورب شریک ساختن در مورد برنامه های خود همچنان معلومات دادن و ای که تلاش میکنن تا همراه نهادهای جهانی و نهادهایی که ویژه در بحث های اقتصادی و مالی کار میکنن همراه شان رابطه برقرار کنند و در قسمت پروژه های بسیار بزرگه که در گذشته افغانستان می شد و حالا یک مدت میشه که به تعلیق آمده را دوباره اثر سر بگیرند تا از این طریق هم نرخ استخدام بلند بره و همچنان نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه و همین گونه موردهای بحث های کمک بشری کمک های بشری را همچنان شریک ساختن هرچند یک شماره از بیننده ها به با این باور بودند که نهادهای دولتی در توزیع کمک های که از نهادهای جهانی میشه نقش دارند ولی آقای حبیب گفتند که اونا مستقلانه کار میکنند و همراه نهادهای دولتی چندان هماهنگ نیستند به این دلیل یک شماره تاکید میکردند که گویا کمک ها به گونه عادلانه توزیع نمیشه ولی با آقای حبیب گفتند که در بحث توزیع کمک ها از سوی نهادهایی که در بخش کمک های بشری کار میکنن نهادهای دولتی اصلا اونجا دخالت ندارن و اونا مستقلانه پیش میرن اما در مورد مسئولیت های که مربوط نهادهای دولتی میشه ما در برنامه مسئولان را داشتیم آقای شرفزوی را بروزهای گذشته داشتیم به برنامه و ایشان پاسخ دادند در مورد فعالیت‌های ریاست سرمیاشت همین گونه آقای حقانی در مورد کمک هایی که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی انجام می همچنان معلومات خود را ارائه کردن همین گونه نهادهای مختلف دولتی دیگر در بحث شهرداری با آقای بارکزای را ما داشتیم شما در جریان بودین از همین برنامه بیننده بودین که گفتن چهارراهی هایی که یک شماری از مردم نگرانی داشت که چرا تخریب شده و تا حالا ساخته نشده گفتن که برنامه هایشان وجود داره کار رویشان جریان داره و چهار راهی میسازند که حالا دست کم به قول اونا یکی از نماهایی که قرار هست بالای یکی از چهار راهی ها نصب شوه و گفته آقای بارگزه که در سطح آسیا نیست و همین گونه چهار راهی های دیگر هم رویش کار می‌کنند و گفتن که پایتخت نشینان شاهد یک تصویر بسیار خوب و زیبا از چهاراهی های کابل در آینده می باشند همین گونه در مورد کراچی ها یا غرفه ها که هست یک شماره از بینندای ما تماس گرفته بودند و گفتن که کرایه بلند هست آقای بارگزه معلومات دادند که یک شماره زیاد از مردم همین حالا هم می خواین که صاحب غرفه شوند و اما هنوز همو عریضه ها متوقف هست یعنی تی مراحل نمیشه به دلیل از که جای کافی وجود نداره و یک شماره که گفتن کرایه بلند هست آقای بروزی معلومات دادن و گفتن که قیمت مناسب هست کمتر از او امکان ندارد چون یک شماره از کسانی که حالا دکاندار هستن بعد اونا شکایت میکنن که حالا شما از غرفه ها کرایه کم میگیرین و اونا باز مالیه هم میپردازن کرایه هم پرداخت میکنن به این دلیل باز به با اونا به نحف ضربه میرسد به این خاطر معلومات دادن آقای بارکزی و همین گونه در مورد بعضی از کوچه ها و سرک هایی که در ناحیه 11 یک شماره از بیننده پیام گذاشته بودند که بسته هستند گفتند که خواست خود مردم بود و در هماهنگی با نهادهای امنیتی و خود مردم اهالی منطقه او کوچه ها بسته شده و خود مردم خواستن همین گونه در مورد سر و صداهایی که ایجاد میشه همو بلنگو ها که هست یا هم لاود اسپیکر که هست در کوچه ها هنگام صبح یا شب گفتن که با رهبری شرکت ها صحبت کردن و اگر باز هم دست به همچون کار بزنن جریمه میشن یعنی آلودگی صوتی جلوش به زودی گرفته میشه و مردم نباید از این بابت ناراحت باشند همین گونه همراه وزارت فواید عامه صحبت کردیم بحث داشتیم در مورد سالنگ ها با آقای مصباح معلومات دادن و قرار هست که فردا باز همیشان را داشته باشیم در برنامه و معلومات پیشکش کنن به شما که چقدر کار پیش رفته چون ما تا چند ماه دیگر شاهد فصل زمستان هستیم و شما میدانین با آمدن زمستان و سرد شدن آب و هوا بیشتر نگرانی ها در بحث سالنگ ها وجود میه به این ای خاطر آقای حمید الله مصباح سخنگوی وزارت فواید آمه فردا به برنامه حضور پیدا میکنن و در مورد معلومات میتن که چه برنامه هایی دارند تا جلو همچون نگرانی هایی که همه ساله وجود می داشته باشه را این بار بگیرن همچنان در مورد ریاست سرمیاشت ما پیشتر هم گفتم معلومات دادیم و قرار هست که برنامه هایی که اونا هم دارن تدبیق کنن به ویژه در بحث سهی گفتن که بسیار زیاد برنامه های بزرگ دارن قرار هست که شفاخانه های را مختص و کودکان که بیماری سوراخ قلب دارن با اونا اختصاص بدن تا دیگه شاهد از این نباشیم که شمار زیادی از مردم و کشورهای همسایه و کشورهای بیرونی به خاطر مسئله یا بیماری که وجود می داشته باشه اونجا برن و پول گذاف را مصرف کنن تلاش میکنن از این پس در شفاخانه های داخل افغانستان چه شفاخانه های خصوصی باشه و چه شفاخانه های دولتی باشه روی ظرفیتش کار میکنن افراد متخصص دارن خودشان تا ای که بتانن جلو سفرهای مردم به دلیل بیماری هایی که می داشته باشند را بگیرن و در داخل کشور ظرفیت بلند بره تا مردم دیگه به کشورهای بیرونی سفر نکنند همچنان در بحث تعلیمی گفتن که کسانی که کودکانی که به سرپرست هستند به هستند با اونا زمینه درس و تحصیل و تعلیم را فراهم می سازن. در سی و چهار ولایت گفتن که نمایندگی دارند و اونجا ظرفیت کسانی که تدریس میکنن یا امکانات که نیاز هست را همچنان بلند میبرن تا بتانن بیشتر کودکانی که بی خانواده هستن یا هم از نگاه اقتصادی بسیار مشکل جدی دارند را اونجا نام نویسی کنن و صاحب تعلیم و تحصیل شوند و دنبال کنند همین گونه مورد هایی که مسئولیتشان بود را شریک ساختن. در مورد بحث هم پیشتر معلومات دادم در مورد کمک ها هم گفتند و مورد های مختلف دیگر همچنان شریک ساختند دوستان ما بیشتر از وزارت شهدا و معلولان هم پیامی داشتن و گفتند که از ایشان هم دعوت کنیم نمایندهشان به برنامه حضور پیدا کنه حتما در همین هفته دعوت میکنیم و در برنامه می داشته باشیم یک شماره از بیننده ما تماس گرفته بودن از ولایت های مختلف از ولایت فاریاب ولایت جوزجان همین گونه پنجشیر قندهار هرات مزار و در مورد از که تاخیر به وجود آمده به خاطر پرداخت معاششان یا هم مقدار پولی که همه سال می گرفتن و گفتن هر چند نامشان گرفته شده اما تا هنوز اقدام صورت نگرفته این مورد ما همچنان در برنامه های گذشته شریک ساختم و گفتن که روند اداری بگونی عادی پیش میره و تا حالا که صبر کردن از این پس هم به یک مدت صبر کنن حتما کارشان اجرا میشه و کسانی که نام کردن یا هم مستحق هستن برشان پولشان پرداخت میشه شما هم اگر موضوعی دارین میشه که همین حالا همراه همکاران بخش تکنیکی ما شریک بسازین شماره تماس برنامه هم بر روی صفحه تلویزیون شما هست میتونین تماس بگیرین پیام بگذارین و همکاران بخش تکنیکی ما که در اتاق فرمان هستن حتما جواب میتن و در مورد دیدگاه هایی که شما دارین یا پرسش هایی که شما دارین یاداشت میگیرن و در روزهای آینده با مسئولان که اینجا حضور پیدا میکنن در جریان میگذاریم تا پاسخشان را در مورد داشته باشیم و شماره تماس برنامه برای روی صفحه تلویزیون شما هست خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت مناسب را اختیار کنین به دلیل از که ما بتانیم صدایتان را به شکل بهتر داشته باشیم و شما هم بتانین آنچه که به عنوان چالش صد راه شما هست را با همکاران ما شریک بسازین تا اونا هم یاداشت بگیرن و در روزهای آینده با مسئولان در میان بگذاریم بیشتر بیننده ما در بحث وزارت معارف میپرسن هرچند ما بارها تلاش کردیم تا از وزارت معارف مسئول داشته باشیم اینجا ولی ظاهرا راضی نیستن یا هم کدام مشکل وجود داره به برنامه حضور پیدا نمی کنن. اما باز هم همراهشان به تماس میشیم تا در روزهای آینده داشته باشیمشان و در بس وزارت معارف صحبت داشته باشیم شماره تماس برنامه فعال هست همین حالا میتونین به تماس شوید یک شماری از بیننده ما در مورد ریاست تقاعد پیام گذاشتن و تماس گرفتن با اونها هم تلاش میکنیم که ما رابطه برقرار کنیم و به برنامه داشته باشیم میشن. اما ظاهرا چندان مندی وجود نداره و به همین دلیل هم به رسانه ها دست کم حضور پیدا نکردن تا هنوز و ما هم تلاش میکنیم در روزهای آینده داشته باشیمشان چون یک شماره از کسانی که بازنشسته هستند و در سالهای گذشته پول خود را می گرفتن یا ماشی که حقشان هست را می گرفتن حالا شکایتشان است شما در جریان هستین که بارها اعتراض هم کردند و جاده‌ها هم بیرون شدند و خواهان از هستند که پولشان که حقشان هست به گفته خودشان در وضعیت بسیار بد اقتصادی همچنان زندگی می‌کنند پولشان باید پرداخت شود تا زندگی خود پیش ببرن و ما باز هم امروزشان با تماس میشیم تلاش میکنیم در روزهای آینده داشته باشیم تا بتانند در مورد صحبت کنند بحث وزارت معادن را پیشکش کردن یک شمار دوستان ما دیدگاه مثبت داشتن در مورد فعالیت هایشان و در روزهای آینده حتما آقای برهان را در سیدیو می داشته باشیم و در مورد اوایدی که حالا در یک هفته گزارش را نشر کردن و واید بسیار بلند و بالا را نشان میداد. در مورد بس می کنیم که چقدر اواید وزارت معادن افزایش یافته و برنامه هایشان در آینده چه هست حالا شرکت هایی که قرار هست جواز بگیرن یا در همی بخش کار و فعالیت کنن را چه معیار و ملاک برشان داره تا بتوانند نام نویسی کنن یا هم صاحب جواز شرکت شوند چون علاقمندی به خاطر سرمایه گذاری در بحث معادن هم از سوی بازرگانان داخلی و هم از سوی بازرگانان خارجی وجود داره تا بتوانند بیشتر سرمایه گذاری کنند و از درک اواید معادن یا فعالیت هایی که مربوط وزارت وزارت معادن موا... میشه دست آورده داشته باشند شماره تماس برنامه بر صفحه تلویزیون شما هست دیدگاه های تا نمیشه همراه همکاران بخش تخنیکی ما شریک بسازین حتماً در روزهای آینده با مسئولان که اینجا حضور پیدا میکنند در میان مگذاریم تا در مورد پاسخشان را داشته باشیم و خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت مناسب را اختیار کنین و دلیل از که ما بتانیم صدای را به شکل بهتر و خوب داشته باشیم و ضمن شما هم آنچه که میخواهین را همراه ما شریک بسازین بعد ما نظر به موضوعات که شما شریک میسازین یا در جریان میگذارین در روزهای آینده مسئولان را به برنامه میداشته باشیم تا در مورد پاسختان را شما هم از همین در دریچه و از همین برنامه بیننده باشین و بیشتر در مورد وزارت زراعت همکاران ما گفتن که پیام فرستاده بود یک شماره از کسانی که دهقان هستن و به دلیل همین سیلاب هایی که جاری شد در ماه های پسین گفتن که تا هنوز با ما کمک نشده حتما از وزارت زراعت هم ما می داشته باشیم مهمان آقای مستعین را در روزهای آینده می داشته باشیم تا در مورد پاسخشان را داشته باشیم که چه کار انجام دادن و کسان آسیب دیدن چون مسئولیت کشاورزان و دهقان ها مربوط وزارت زراعت میشه شماره تماس برنامه فعال هست با همکاران بخش تکنیکی ما موضوعاتی که پس را شریک بسازیم و ما هم همراه مسئولان در روزهای آینده در میان مگذارم رفت و برگشت کوتاه سلام مجدد به دوستانی که تازه پیوستن شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و موضوع امروز برنامه هم عمومی هست در مورد چالش های فراراهتان شماره تلفن برنامه هم برای صفحه تلویزیون شما هست همین حالا میتونین بعد تماس شوین همراه همکاران بخش تکنیکی ما البته صحبت کنین و پیام بگذارین مشخصا در مورد دیدگاهی که شما دارین حتما در روزهای آینده مسئولان اینجا دعوت میشه و صحبت در مورد می داشته باشند خواهشان زمانی که تماس می گیرین موقعیت مناسب را اختیار کنین چون بیشتر هم همکاران ما گفتن که بیشتر بیننده موقعیت مناسب را اختیار نمی کنن و به همین دلیل هم تماسشان قطع میشه و یک شماره تماس میگیرن اما حرف نمیزنن پس خواهش شما است زمانی که حرف به گفتن ندارین یا صحبتی ندارین تماس نگیرین فرصت بدین به دوستان دیگه که تماس بگیرن و اگر مشکل و چالش دارن همراه ما در میان بگذارن و اگر شما هم دارین وقتی تماس میگیرین پس خواهشان صحبت کنین شماره تماس برنامه برای روی صفحه تلویزیون شما هست همین حالا میتونین به تماس شوین و از هر گوشه و ولایت افغانستان در مورد موضوعات مختلف دیدگاه پرسش و یا هم نقد و نظرتان را همراه همکاران بخش تکنیکی ما در میان بگذارین آنها یاداشت میگیرن و در روزهای آینده حتما نظر به پروسش یا دیدگاه و نظری که شما با ما در میان میگذارین مسئولان را به همین استدیو همی برنامه می داشته باشیم و در مورد پاسخشان را همچنان با شما شریک میسازیم در مورد وزارت معارف بیشتر گفتم باز هم پیام فرستاده بود یکی از دوستان ما و گفتن که از وزارت معارف مسئول داشته باشین به برنامه پرچن ما در گذشته بسیار تلاش کردیم تا داشته باشیم اما با آن هم در روزهای تلاش میکنیم تا همراهشان به تماس شویم و دعوت کنیم تا به برنامه حضور پیدا کنند اما ظاهرا مشکل وجود داره و بیشتر برسانه ها در ای اواخر شرکت نمی کنن. ولی با آن هم ما تلاش میکنیم تا داشته باشیم شان در مورد ریاست تقاعد بیشتر بیننده ما نگرانی دارن و میگن که پولشان را باید پرداخت کنه حتما از ریاست تقاعد هم در روزهای آینده مسئولان را دعوت میکنیم تا به برنامه حضور پیدا کنند و در مورد پاسخشان را داشته باشند بحث شرداری را که پیشتر ما گفتم یک شماره از دوستا به خاطر ای که سگای ولگرد گفتن در کوچایشان وجود داره و شرداری باید اقدام کنه در مورد حتما این مورد هر چند ما بارها در برنامه رویش بس کردیم و گفتن که کمپاینش را آغاز کردند به اساس برنامه هایی که دارن تلاش میکنن در هر ناحیه به حساس امو شان حضور پیدا کنن و سگای ولگرد را که باعث آزار و اذیت مردم میشه جمع آوری کنن و در این مورد ما بارها صحبت کردیم همین گونه یک شماره از بیننده ما میگن با رسیدن فصل زمستان یا که هوا سرد میشه بیشتر رستوران ها یا حمام ها از مواد سوخت نامناسب استفاده میکنن و گفتن که شهرداری باید جلو این مورد را بگیره حتما همراهشان شریک میسازم این مورد و ای که چیگونه برنامه دارن چه میخواین تا ای که بتانن جلو همچون مورد های منفی که همه سال ما شاهدش هستیم را امسال شهرداری بتانه مدیریت کنه و جلوش را بگیره. همین گونه شما شاید هستین در مورد وزارت ترانسپورت و کرایه موترها گفتن و روز چند و البته آقای احمدی را ما به برنامه داشتیم پاسخ بسیار واضح دادن و گفتن که رقم کرایه یا همون مقدارش مشخص شده یعنی کسی نمیتونه بیشتر از او بگیره ولی که پول یا هزینه تل یا مواد سختی بلند میره بعد راننده ها هم ناچار هستند که کرایه را بلند ببرند تا ای که بتانند مصرفی که میکنن را در کنار از اینکه فایده هم به میارن پس باید دوباره به دست بیارن مصرفشان هم پولشان را و اما گفتن که کرایه مشخص هست و تلاش میکنن که بازار را یا ترانسپورت شهری را با گونه مناسب مدیریت کنند در مورد فرودگاه ها یا میدان های هوایی همچنان بحث داشتیم گفتن که قرارداد شده همراه شرکت های بیرونی یا خارجی از کارشان هم رضایت دارند و تلاش میکنن از این پس روی کارمندان خود کار کنند ظرفیتشان را بلند ببرند تا در آینده ما شاهد از این باشیم که در نهادهای دولتی البته در بسهای بزرگ که مثل میدانهای هوایی هست همچنان از افراد خود استفاده کنند و به نحو کدرها را در راست قرار بتن تا بتانن درست مدیریت کنن وضعیت را و موردهای مختلف دیگر در بعض ترانسپورت شهری بسیار زیاد موردهای مثبت را شریک ساختن روی شما امیدوار هستیم به آنچه که تعهد کردن و وعده سپردن بتانن عمل کنن پیاده شوه حرفایشان تا مردم هم در قسمت ترانسپورت شهری که با آمدن زمستان یا با سرد شدن هوا یا همین گونه بایی که روزها کوتاه میشه همه ساله مشکلات یا چالش های ترانسپورتی به وجود آید به ویژه به دختر خانم ها امسال گفتن که تلاش میکنن تا بس ترانسپورت شهری را به گونه درست مدیریت کنن و همچنان مردم بتونن راحت رفت آمد کنن اگر به دانشگاه میرن اگر به دفتر میرن اگر به مکتب میرن هر جایی که میرن بتونن در قسمت رفت و آمد یا حمل و نقل راحت باشند و مورد که مربوط و منوط وزارت ترانسپورت بود همش را با جزیات شریک ساختن در قسمت وزارت مبارزه با حوادث هم همچنان در روزهای آینده می داشته باشیم شان بیننده ما پیام بگذارن و یک شماره که هنوز هم در ولایت ها هستند پیام بگذارن و خواهان ازی هستند تا توجه و صورت بگیره یک کمیته که شکل گرفته بود در قسمت باسازی خانه ها کسانی که خانه هایشان به اثر جاری شدن سیلاب ها یا به وقوع پیوستن زلزله از بین رفت کمیته شکل گرفت به ویژه در ولایت های خوست و پکتیا و پکتیکا و ولایت های دیگر گفتند که هزار خانه در هماهنگی با نهادهای دولتی و نهادهایی که مدرسان هستند ساخته میشه تا به کسانی که خانه هایشان را از دست دادن دوباره سرپناه پیدا شود و بتونن زندگی خود را به گونه نرمال پیش ببرند باز هم اگر مورد هست آنچه را ما شریک ساختم خارج از اگر مورد های شما دارین میشه که همراه ما در جریان بگذارین شماره تماس برنامه فعال هست همکاران بخش تکنیکی ما پاسخ میتن و میشه پیام هم بفرستین در کنار از یک تماس میگیرین پیام هم بفرستین ما موردهایی که نیاز هست را همراه ما شریک بسازین حتما در روزهای آینده نظر به موضوعی که شما شریک میسازین مسئولان را به برنامه میداشته باشیم و در پیوند همچنان صحبتشان را با شما در میان مگذاریم ما در برنامه مجله صبح همیشه تلاش میکنیم تا پل شویم میان شما و مسئولان تا شکایت های شما، نگرانی های شما یا هم چالش هایی که شما دارین را همراه مسئولان شریک بسازیم تا در پیوند صحبت هایشان داشته باشیم و ما هم سهم داشته باشیم اندکه در کاهش مشکلات شما همچنان دوستان که همیشه تماس میگیرند پیام میفرستند موردها را شریک میسازند اعتماد میکنند سپاسگزار هستم و آنچه را شما شریک می حتما رویش کار میشه توجه و صورت میگیره و با مسئولان در میان گذاشته میشه تا مشکلی که وجود داره یا چالشی که هست هرچی زودتر باید حل شود در قسمت ولایت ها بیشتر بیننده ما تماس میگیرن حتما وقت نهادهای دولتی مسئولانشان اینجا حضور پیدا میکنند شما میدانید که از تمام افغانستان نمایندگی میکنند و نماینده های دارند، نمایندگی های دارند در ولایت ها، در ولسوالی ها آنچه ما اینجا همراهشان شریک میسازیم، میشه که اونها هماهنگ کنند یا گزارش بتن یا سفارش بتن و نمایندگی هایشان در ولایت ها و ولسوالی ها تا کسان کنجه ها زندگی میکنن و با برنامه همیشه وصل میشن و دیدگاه خود شریک میسازن همچنان مشکل و چالششان حل شود و از مشکلاتشان کاسته شود و شما همیشه میتونید تماس بگیرید پیام بگذارین، های مختلف شریک بسازین قسمه که در گذشته شریک ساختین، ما هم تلاش میکنیم تا هر روز مسئولان را به برنامه داشته باشیم و در پیوند به دیدگاه ها نظر یا هم نقد که شما دارین یا هم پرسشی که دارین یا هم پیشنهاد که دارین همراهشان صحبت کنیم بحث کنیم تا بتانیم قناعت شما را همچنان حاصل کنیم و سهم خود را در قسمت کاهش و کاهش مشکل یا چالش شما ادا کنیم و همکاران بخش خبر ما همچنان تلاش میکنند تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را هر ساعت به شما پیشکش کنند و شما میتونین هر ساعت بیننده تازه ترین تحولات افغانستان و جهان از تلویزیون بیاگ باشین همین گونه میتونین شما بیننده برنامه مجله صبح هم در روزهای آینده باشین قسمی که من پیشتر گفتم در برنامه مجلس صبح ما تلاش میکنیم تا مسئولان را دعوت کنیم و سهم خود را ادا کنیم در پیوند به کاهش مشکلات و چالش های شما باز هم سپاسگزاری میکنم از دوستان که همیشه پیام میفرستن دیدگاه خود را، نظر خود را، نقد خود را شریک میسازن و اعتماد می ما هم همراه مسئولان شریک میسازیم و بدون شک دنبال میشیم، تعقیب میشه تا ای که بتوانند دستاورد مثبت داشته باشند و شما هم بتانین راحت به آنچه که میخواهین یا به آنچه که مسئولیت دارین برسین و شما هم دستاورد مثبت و ملموس و نتیجه قابل لمس داشته باشه و در مورد برنامه امروز باید بگویم در همین دقیقه به پایان میرسه و قسمی که پیشتر هم گفتم در روزهای آینده ما مسئولان را می داشته باشیم و فردا از وزارت فواید عامه مسئول را خواهیم داشت تا در مورد صحبت کنند و شما هم دیدگاه هایتان را میتونین همراه همکاران بخش تکنیکی ما شریک بسازین پیام بگذارین و تماس بگیرین و فردا به رأس ساعت نو همین جا و همین استیدیو ما محب یوسفی برمی گردم خداوند نگهدار رفتیم تا دیدار بعد